اید آمد و اندوه فراوان داریم، چشمی نگران به حال ایران داریم. از سیل 33 سالمان قحطی زاد، زان روز که آرزوی باران داریم. از سیل 33 سالمان قحطی زاد، زان روز که آرزوی باران داریم. زان ظلم که از اهل دین به ایران کردند، زان ظلم که از اهل دین به ایران کردند، قوت غم و درد کهنه برخان کردند. چشمی به ستاره ای و عزمی به گذر، زین شبکده سیاهکاران داریم. زین شبکده سیاهکاران داریم. از وحشت دین دلی هراسان داریم. از وحشت دین دلی هراسان داریم، چون بویه آزادی انسان داریم. ژرفای شب ایستاده بر جای، اما امید که خورشید درخشان داریم. بیداد زمانه را زوالی خوش باد، آزادی و صلح را مجالی خوش باد. سالی نه اگر به شادمانی طی شد، سالی نه اگر به شادمانی طی شد. سالی که فرا رسید سالی خوش باد. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هممیهنان ارجمندی که این برنامه را در هر کجای جهان میشنوند، برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس میآغازیم. امروز 10 بهمنه، جشن صده. امشب شب جشن صده است. امشب ایران همه آتشکده است. امشب ایران همه آتشکده است، شب جشن صده است. خانه پیر و جوان میکده است، شب جشن صده است. گفتم امروز 10 بهمنه و برابر است با جشن صده، سین دال ه. این یکی از جشن‌های کهن و بزرگ ایرانی هاست که خوشبختانه حتی در زمان چیرگی تازیان به سرزمین ایران از ذهن ایرانی ها محو نشد و به هر دشواری که بود اون رو برپا می کردن. تهمت های آتش پرستی، خورشید پرستی و مانند اینها رو تحمل می کردند، ولی جشن بزرگ خودشون، جشن صده رو فراموش نمی کردن. وقتی ما میگیم 10 بهمن جشن صده است، 3 واژه ممکنه برای شما اندیشه برانگیز باشه. اولا بهمن چرا؟ بعدم واژه بهمن یعنی چی؟ چرا 10 بهمنه؟ دوم صده یعنی چی؟ به چه دلیل صده میگن؟ و چرا 10 بهمن رو میگن صده؟ و سوم خود جشن صده چه آیین‌هایی درش انجام میشه؟ پس ما به 3 واژه باید بنگریم، بررسی کنیم، و این 3 واژه رو وقتی بررسی کردیم، همه این نکته ها به ویژه نکته های تاریخیش برایتون روشن میشه. اول میرسیم سر واژه بهمن. واژه بهمن در زبان اوستایی، یعنی در زبان آغازین، در زبان کهن ما ایرانی ها،
وهو منا گفته میشد و در پارسی میانی یعنی پارسی ساسانیان وهو منا و یا وهو من گفته شد و بعد بررسی که شد این واژه وهو من از دو بخش وهو و من ساخته شده. واژه وهو که امروزه هو یعنی زرتشتیان دیگه هو میگن در زبان پارسی کهن و میانی به معنای خوب، نیک و پسندیده است. هو یعنی خوب، نیک و پسندیده. هوسرو یعنی شخص نیک رفتار که بعد شده خسرو. امروز میگم خسرو. در اصل در پهلوی ساسانی هوسرو بوده. به هر روی این واژه منه یا منا یا منا یا من به معنای شخصیت و بر این پایه از ریشه من اومده و منظور منش و سرشت و شخصیت انسان ها رو میگه. این واژه من همینطورم که امروز هم میگید من یعنی شخصیت من این شخصیتی که دارم با شما سخن میگم وقتی لغت واژه من رو به میان میارید این معنی رو میده. حالا تک تک اینها رو فهمیدیم. هو یا وهو روشن شد، من یا منا یا منه روشن شد و جمعش رو هم دیگه وهو منه یا وهو من ریختهای گوناگونی در درازای صده ها پیدا کرده یا وهمن و یا بهمن، همه اینها به معنای بهمنش، نیکندیش، نیک سرشت، نیک رفتار، نیک نهاد و مانند این هاست به کار میره. بهمن این معنی ها رو میده. حتی برخی از واژه شناسا بر این باورند که درست هم میگن که برهمن در زبان سانسکریت به معنای راست گفتار و راست کرداره. در زبان هندی کنونی هم همینطور هست و همین برهمن شاید کوتاه شده وهومن یا بهومن یا وهمن و یا بهمنه که به هر روی به بهمن، واژه بهمن امروزی رسیده. خب ما باید بدونیم که بهمن معناهای گوناگونی هم داره، غیر از اینایی که براتون گفتم از نظر دستوری معناهای دیگری هم داره که از جستار ما بیرونه و به اونها نمیپردازیم برای اینکه وابسته نمیشه به جشن صده یا دهم بهمن. اما این رو ناگزیر باید گفت که بهمن نام یکی از امشاسبندان برجسته آیین زرتشتیه و معتقدند که نخستین آفریننده ایست که اهورامزدا اون رو پدید آورده و به باور زرتشتیان بعد از اهورامزدا این امشاسبند بهمن زاده شده، در جهان مینوی به معنای اندیشه نیک و در جهان خاکی به معنای فرونشاننده آتش خشم و نگهبان گاوها و گوسفندان و دامهاست. این فرشته رو خرد نخست هم میگویم. خرد نخست یعنی عقل اول. به همین انگیزه در نامگذاری روسای سیگانه ای که میدونید ایرانی ها روزهای ماه رو برای هر روزی یک نام داشتن، روز یکم روز اهورامزدا بوده، یکم هر ماه، دوم هر ماه روز وهومن یا روز بهمن بوده، همینطوری میرفته جلو تا 30 روز نام داشتن برای هر روزی.
گفتم که دومین روز رو میگفتن بهمن. چرا؟ برای اینکه معتقد بودن این نخستین آفریده اهورامزداست، بلافاصله بعد از بهمن آوردن. اما چرا اردیبهشت رو که دومین ماه نیاوردن؟ برای اینکه اردیبهشت مانند بهشت هست، به معنی بهشت. بنابراین این یه شخصیتی است در باور آیین زرتشتی و باور زرتشتی ها. به هر روی در نامگذاری های سیگانه روزهای هر ماه بهمن یا وهومن دومین روزه، نام دومین روزه. خب تا اینجا من تمام مسائل مربوط به واژه بهمن رو تا اونجایی که به جشن صده و دهم بهمن وابسته میشه برای شما گفتم. حالا ببینیم چرا صده، این نام صده برای چی بر روی این جشن گذاشته شده. صده در زبان پهلوی ساسانی به نام ستک، سین ت کاف گفته میشد، یا سزک، چون بسیاری از اونها رو زمان، مثلا واژه زمان رو در پهلوی ساسانی جمان و دمان نیز میگفتن و جمان هم میگفتن جیم. این چون دوران درازی بوده و گسترده بوده این زبان در سراسر ایران و با نگرش به مسائل اقلیمی دور افتاده از یکدیگر، گهگاه دگرگونی های کوچکی در واژه ها، در گفتار واژه ها، در گویش واژه ها به کار میرفت. اینجا هم همینطوره، ستک میگفتن و سزک میگفتن و سازک هم میگفتن. به هر روی این واژه بر پایه یک قاعده دستوری که در زبان پارسی از آمدن واژه از زبان ساسانی به پارسی دری و پارسی امروزی دگرگونی هایی درش پیدا شده، حتی دگرگونی های دستوری پیدا شده، و اون اینه: تمام واژه هایی که پسوند اک داشتن، مانند همین ستک، ستک اک، اون پسوند یک صدای بالا و کاف داده، تمام اینها دگرگون شده به اه، یعنی حرف زیر و ه. پس مانند آشیانک که شده آشیانه، بعد نامک که شده نامه، پروانک که شده پروانه، نیمک که شده نیمه، دوشیزک که شده دوشیزه. ببینید تمام اک ها اومده به آوای زیر. بر همین پایه این دستور ستک هم شده سته یا سده، یعنی ت هم تبدیل به دال شده، همینطور که در پهلوی ساسانی میگفتن دیتن، دیتن شده دیدن، خورتن یعنی اون چیزی که تن میخوره، خورتن شده خوردن، ت ها به دال تبدیل شده. پس ستک اول سته شده و بعد صده. بخش نخست این واژه که حالا اون هشو نگیریم برداریم، در اوستا سته، سین ت سته، در زبان سانسکریت ستا هست، بهش میگن ستا، به معنی ده تا ده تاست. در پارسی امروزی هم میگن ست، صد، سین و دال. خب پس ستک که شد صدک، صدک هم شد صده، صده هم که هشو که بردارید این صد میمونه. صد یعنی چی؟ یعنی ده تا ده تا. این واژه از پهلوی ساسانی اومده، از مکه نیومده، از مدینه نیومده، از حجاز نیومده، این پارسیه، پارسی سره است.
به همین دلیل صد رو که وقتی می‌نویسم با سید می‌بینیم که صد قرن، صد سال رو میگن صده با سین، صده یازدهم، صده دوازدهم، صده پونزدهم، صده بیستم. پس صده رو با سین می‌نویسن. جشن صدرم چه در شاهنامه، چه در شعرهای خاقانی، منوچهری، عنصری، چه در واژه‌نامه ها، در تمام اینجا در شعرها جشن صده با سینه، یعنی صد روز. حالا چرا صد میگن اونا رو توضیح میدم. اکنون معلوم نیست که چطور شده که قرن رو بهش صده میگیم با سین، جشن صده رو که صد روز از زمستان گذشته که اونو توضیح میدم با سینه، یهو واژه مادر رو، واژه مادر رو که ده تا ده تا با صاد مینویسن و یکی هم پیدا میشه میگه آقا صاد فارسیه، صاد عربی نی، برای اینکه صد و فارسی نوشته، صد و با صاد مینویسی، صد مگه فارسی نی؟ بله، اما من باید با صاد نوش، صد باید با سین نوش. خوشبختانه، خوشبختانه بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران الان در کتاب هایی که دارن سال رو، سال چاپ کتاب رو با سین می نویسن و درستش هم همینه. اینجا هرچی هم به آقایو میگه آقا صد با صاد نادرسته. یادم میاد زمانی که سردبیر روزنامه بودم و مطالبی رو در همین، در همین لس آنجلس 27 سال پیش مطالبی من می نوشتم، خب اندکی که چه عرض کنم کاملا سیاسی بود. خب برخی از این خوانندگان اون شیوه و راهبرد اون نوشته های من رو نمیپسندیدن، چون عقیدهشون چیز دیگری بود. یکی از اونا یه نامه نوشت برای صاحب امتیاز روزنامه که آقا آدم قحط بود، شما اومدی یه سردبیر بی سواد رو گذاشتید که نمیدونه هنوز صد با ساته، بعد صد و با سین مینویسه. خب البته پاسخ ندادیم، ولی باعث خنده هیئت شورای نویسندگان و تحریریه شده بود. جالب اینجاست که هنوز هم باز میبینیم در بعض جا مینویسن که آره آقا این قاف هم جزء حروف عربی نیست، مگه فارسی، مگه قند فارسی نیست؟ قند و با قاف مینویسن پس فارسیه. آقا قند و عوضی مینویسن، این در زبان فارسی کنده و نون شیرنی رو میگفتن کندی. انگلیسی‌ها اینو از ما گرفتن، کندی میگن، الان به نون شیرینی میگن کندی. اون وقت ما مادر زبانهای فارسی در دنیا قند می‌نویسیم با قاف عربی. قهرمان، این کهرمانه. من زمانی در به انگیزه شغلی که در ایران داشتم تیم‌های ورزشی رو اینور و سرپرستی میکردم، در ریاض عربستان رفته بودیم. در ریاض پایتخت عربستان سعودی یک فروشگاه بزرگ پنج دهانه ای بود، وسایل ورزشی میفروخت و ورزشکارا رو یه روز فرا خواند که برن اون فروشگاه رو ببینن و از حق نگذریم، بسیار فروشگاه مجهز و به سامانی بود. نام این فروشگاه کهرمان بود. در مرکز عربستان سعودی فروشگاه ابزارهای ورزشی نامش کهرمان، یعنی فارسی ایرانی بود، فارسی سره بود و ما خودمون می نویسیم قهرمان. بعد چهار پنج تا جوان نوخاسته میان میگن قاف فارسیه، قهرمان، قند. آقا این کنده. به همین دلیل جایی که شیرینه میگن بهش کندو، اون جایی که زنبور عسل عسل درست میکنه بهش میگن کندو. بعد بنابراین ما میبینیم که یک چیز، حالا اون جستار مربوط به نادرست نویسی رو میگذاریم برای روز دیگر، شاید برای روز آدینه در این زمینه بیشتر سخن بگم، ولی به هر روی صد با سینه
و عرب به صد میگه مئه، مئه، پس با صاد نباید نوشت. آقایون یا آقایی که یا شنونده‌ای که یا بیننده‌ای که ایمیل فرستاده و میگه آقا صد با ساته و شما صد رو بی خود میگید صاد، صاد عربیه، ازش باید پرسید آقا عرب که به این میگه مئه، پس چطوری شده این صاد؟ میگه نه صاد، پس ناصر هم با سین بنویسید دیگه. اصلا ما هشت حرف عربی هم رابط به حساب آقایون نداریم دیگه، چون هر یک از این سه نقطه هی جیمی تین زین این غین قاف این و قاف، اینا این هشتا هر کدومش غلط نویسی شده دیگه، غلط نویسی در همه جا شده. تپورستانه که جای تیره تپور هست، عرب نمیتونست پی بگه، کردن تبرستان، تبرستان هم با تای مؤلف یا تای دستدار می‌نویسن، پس تین دستدار هم که درست شد. پرنده‌ای که توت میخوره و زندگی میکنه و توتو دوست داره بهش میگن توتی، با تی دو نقطه، همه جا با تین می‌نویسن، پس تین هم فارسی شد. در زبان تازی فارسی جهان دیگر رو یا جهان بهشتی رو میگن مینوی، مینوی. عرب اومد این واژه رو از ما گرفت، دگرگونش کرد، عادتشه، عوض میکنه، ریخت واژه رو اصلا عوض میکنه، به کوشک میگه جوسق مثلا، در اینجا هم اومد مینوی رو گرفت کرد معنوی، معنوی، این گذاشت به جاییه. خب پس اینم که شد فارسی به سلامتی. کسایی هستن که میگن آقا معنوی فارسیه دیگه، کجا فارسیه؟ مینویش فارسی بوده. باری پس در مورد صده هم روشن شد که چه ناهنجاری هایی پدید آوردن. و اما چرا دهمین روز بهمن رو که یه همچی روزیه مثل امشب جشن صده میگیرن؟ یعنی جشن ده تا، ده تا جشن صد تا، منتها خوشبختانه چون این جشن هر ساله بوده دیگه دستشون نرسته که این صدر هم با ساد کنن. پاسخ اینه که ایرانیان کهن سال رو، سال ایرانی رو به علتی که خب شاید انگیزه اصلیشو میدونستن، شاید هم نمیدونستن که چون در نیم کره شمالی قرار داره و کره زمین زاویه چرخشش به گرد خورشید مایله، یعنی اگر مشت من رو، این مشت رو خورشید فرض کنید و این زمین باشه، اینطور نمیگرده به طور خورشید، کج میگرده، مایله. که حالا نظریه زیادی است، میگن یه سنگ آسمانی بسیار بسیار بزرگی به زمین خورده و در اثر اون ضربه‌ای که به زمین خورده، محور چرخش زمین به گرد خورشید یه کمی مایل شده. حالا انگیزه هرچی باشه ما معلوم نیست. به همین دلیل تابستان‌ها، یعنی زمانی که از نوروز میشه تا پایان سال، تا میانه سال، شش ماه نیست. ایرانی‌ها هفت ماه رو تابستان می‌گرفتن، میگفتن سال به دو بخش تقسیم میشه، از یکم فروردین تا پایان مهر ماه، هفت ماه میشه تابستان ایران. و خب به علت همون انگیزه مایل بودن و رو به خورشید بودن. و بعد میگن از آغاز آبان تا اول فروردین هم میشه پنج ماه پایانی سال، زمستان. این رو هم ضمناً بدونید که پدران ما سرما و تاریکی رو نشانه و نماد اهریمن میدونستن و هرچه بی زودتر دلشون میخواست این پنج ماه یا این سرما یا این بوران و برف و غیره و تاریکی و اینا از بین بره، به خصوص زمانی که میدن به مزد که بهار میشه، جانداران، دامها، گاوها، گوسفندان، اسبها، خرها و غیره، همه اینا
باردار میشن و بچه دار میشن، درختان گل میدن، گلها میوه میشه. این است که همیشه گرما رو نماد اهورامزدا میدونستن و زمستان رو اینطور نمیدانستن. به هر روی هفت ماه نخست سال که تموم میشد، از آغاز آبان میگفتن نیمه دوم که نیمه زمستانی سال هست آغاز شد. حساب که بکنید میبینید که آبان یا آبان، آذر و دی 3 تا 30 روز میشه 90 روز، بهمن هم 10 روز میشه 100 روز. بنابراین از آغاز آبان تا 10 بهمن اون چه که روز بوده جمع کردن رو هم دیگه شده 100 روز، 10 بهمن رو جشن میگیرن. چرا؟ میگن کمر زمستان شکست، 100 روزش گذشت، 50 روزش مونده، چون از 10 بهمن تا پایان احسان میشه 50 روز، و جشن میگرفتن. و این جالبه که در تمام جشنهای ایرانی پایه و ستون اصلی این مسئله آتش، ایرانی آتش رو دوست داشت، نمی پرستید. حتی در دین اسلام هم که ریشش از تازیستان آمده و اینقدر آخونده عاشقش عرب ها هستن، در اونجا هم شما میبینید آتش رو پاک کننده دونسته، یکی از پاک کنندگان آتش. حالا پس 100 روز که از آغاز زمستان میگذشت میشد جشن صده، یعنی 10 بهمن. از طرف دیگر در شیوه تقویم و سالنگاری تازه که از زمان جلال الدین خوارزمشاه به وسیله نابغه بزرگ ایران خیام نیشابوری درست شد و پایه گذارده شد و دیگر دانشمندان هم کم و بیش به اون بعدها کمک کردن، که البته خیام چیزی رو باقی نذاشته بود کسی بتونه ایرادی بهش بگیره، منتها به سامانش کردن. اول دی شد، اول تابستان، اول زمستان، اول دی. بر این پایه در روز 1 دی رو میگفتن زمستان با 2 چله کارش تمامه، 40 اول از 1 دی تا 10 بهمن، 40 دوم که البته اسم چله است از 10 بهمن تا عید نوروز. حالا براتون توضیح میدم که چرا اون رو میگن 50 روز رو میگن 40. خب اون اولش که روشن شد، 2 چیز باعث شد جشن صده استوار شد. یکی خواست کهن و قدیمی و پیشین ایرانی ها که از 1 آبان تا 10 بهمن میشه 100 روز. دوم اینه که از اول دی ایرانی هایی که با تقویم نو کار میکردن و با پیرو محاسبات خیام بودن، از اول دی تا 10 بهمن هم میشه 40 روز. پایان 40 و پایان 100 روز در 1 روز اتفاق افتاده، بنابراین جشن مهمی بوده. در این جشن در فضاهای باز، در میدانهای بزرگ، در بیابانها، در جاها آتشهای انبوهی رو، هیزم و سوخت و هیمه انبوهی رو گرد می آوردن، آتش می زدن و گرداگرد آن شادی می کردن و سرود می خوندن و به آتش احترام می گذاشتن. آتش رو می ستودن، نمی پرستیدن. اگر آتش رو می پرستیدن پس اهورامزدا چی کاره بوده؟ من از دوست ارجمندم آقای امیر خواهش میکنم، امیر در گرامی، که آگهی ها رو بگذارن، برمیگردیم و دنباله سخن رو میگیریم. بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند، که مکدر شود آیینه مهرآیینم. شیدای شوریده شیراز در کارگاه کیشی کهن، حافظ و کیش مهر
به قلم دکتر ناصر انقطاع. نگاهی نو، کنکاشی نو و سخنی نو درباره باورهای حافظ، سراگنده خیال‌انگیزترین، ژرف‌ترین معناها و تعبیرها، حافظ و کیش مهر، از انتشارات شرکت کتاب در وست‌وود لس‌آنجلس در محله پرشین اسکوئر و بر روی اینترنت kitab.com. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. تاریخ، تاریخ زندگی مردم یک سرزمین و قهرمانان ملی آنهاست، نه تاریخ زندگی شاهان و جنگاورانی که با کشتار و سنگدلی بر مردم چیره شدند. یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران، نوشته جامع و تحقیقی درباره زندگی این قهرمان مانا و نامیرای ایران، به قلم دکتر ناصر انقطاع، از انتشارات شرکت کتاب. یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران، از انتشارات شرکت کتاب در وست‌وود لس‌آنجلس در محله پرشین اسکوئر و بر روی اینترنت kitab.com. بینندگان از من در اینجا من یک روشنگری بیشتری بکنم که یه مقدار نسبت به چله ها ممکنه سخن قاطی شده، چون پرسشی شد از طرف دو شنونده که در مورد چله رو توضیح بیشتری بدید. بله، گفتم که دهم بهمن از این جهت پایه شد برای اینکه پایان چله بزرگ بود، یعنی از یکم دی تا دهم بهمن، و پایان 100 روز زمستان بود به حساب ایرانیان کهن، از یکم آبان تا دهم بهمن. آبان، آذر، دی 90 روز، بهمن هم 100 روز. اما این به همین دلیل اینا دهم بهمن رو برگزیدن برای جشن که میگفتند آغاز چله کوچکه. چله کوچک تا کی؟ گفتند تا اول اسفند. چطور چله ای که 20 روزه؟ گفتن بله، 20 روز شب، 20 روزه و 20 شب. این 20 روز و 20 شب هم میشه چله 40 تا، منتها کوچولوئه، نصف اون چله، بنابراین میگن چله کوچک.
خب چرا پایان بهمن آغاز اسفند رو کار رو تمام کردن؟ برای اینکه معتقد بودند که ایران در جایگاهی از کره زمین قرار گرفته که از آغاز اسفند میرن به طرف پیشباز از نوروز، یعنی اسفند رو اصلا دیگه حساب نمی کنن جز زمستان، میگن در اون موقع زمستان دیگه در حال پایان یافتنه و اهریمن سرما و تاریکی در حال مردنه. به همین دلیل چله بزرگ یعنی 100 روز از یک آبان تا 10 بهمن و چلم یعنی از یک دیماه تا 10 بهمن، این مال چله و صده، از این ورم 20 روزه، 20 شب 20 روز که میشه 40 تا و کوچکتره، و از اول اسفند هم به بعد میگن دیگه نیروی زمستان رو به پایان میره. ابو ریحان بیرونی، من یکی دو نمونه براتون تاریخی میارم. یکی از کسانی که راجع به مسائل جبی و مسائل سال شماری نظراتی داره در و قدیمی ترین کتاب ها هم هست به نام التفهیم، در اون کتاب در برگ 257 در این زمینه می نویسه: اما سبب این که نام این جشن صده است چنان است که از روزی که آبان آغاز می شود تا 10 بهمن به خاطر صدومین روز جشن صده انجام می شود، و یا تا نوروز 50 روز و 50 شب هم هست. این هم راستی فراموش هم بگم، تا نوروز 50 روز و 50 شب هست دیگه، از 10 بهمن تا اول فروردین. اما انگیزه نام جشن صده، حالا جشن صده رو اصولا ببینیم که چی میگه، اصلا چرا این جشن صده، چه رفتاری درش میشه. به گفته دیگر پژوهشگران، همونطور که در آغاز گفتم یعنی 100 روز از زمستان و زمستان 5 ماهه ایرانیان میگذره و جشن، یعنی به خلاف نظر ابو ریحان که میگه 50 شب 50 روز مونده تا نوروز جشن میگیرن، نه، برای اینکه 100 شب و 100 روز از آغاز زمستان گذشته و نیم بیشتر زمستان گذشته، 3/5 گذشته، جشن میگیرن. حالا به هر انگیزه ایرانی ها جشن می گرفت. همچنین بیشتر پژوهندگان بر این باورن که جشن صده از پایان دوران هخامنشیان اثراتش بر جای مانده و سپس سراسر دوران ساسانیان و بعد با آغاز چیرگی تازیان این آیین ها و این رسم ها، حتی با چیرگی تازیان بر ایران و پایان یافتن اون به وسیله یعقوب لیث و بعد سامانیان، این جشن اجرا می شده و روا بوده. افسانه های دیگری هم در مورد جشن صده هست، از اونا ما به عنوان یک سند تاریخی سود نمی بریم، بلکه افسانه افسانه است و پایه دانشی نداره، اما پایه باوری داره. یعنی یکی از انگیزه هایی که اینا دست دادن ایرانی ها و بهش چسبیدن که بتونن این رو ادامه بدن، چندین افسانه است که یکیش اینه، میگن چون در این روز شمار فرزندان آدم و حوا به 100 رسید، خب قصص معلومه، یه زن که نمیتونه 100 بچه بزاد که، اون روز رو ایرانی ها جشن میگیرن، میگن جشن صده، یعنی 100 بچه حضرت آدم داشته. در پایان این جستار شایسته بگم که آتش، بازم مخصوصا این رو تکرار میکنم، دوباره گویی میکنم، روشن کردن آتش در نزدیک به همه جشن های ایرانی مانند چهارشنبه سوری، مانند مهرگان، مانند صده، حتی نوروز، در تمام اینها آتش جایگاه ویژه‌ای داره. و در آیین جشن صده ایرانی ها همونطور گفتم در فضای باز، در میدانهای باز، در بیابانها، در صحراها و جاهایی که میشد خطر سرایت آتش سوزی نبود، آتش برپا میکردن.
به نوشته استاد دهخدا در برگ 13523 لغتنامه ایشان نگاه میکنیم. برگ 13523. پاسخ اون کسانی که میگن آقا صد فارسیه با صد که میرسن پس صادم فارسیه. استاد دهخدا گفته نوشتن شماره صد با صاد تازی شده واژه صد است، زیرا در کلام فارسی و پارسی پاک صاد نداشته ایم و نوشتن صد با صاد نارواست. روانشاد فردوسی در شاهنامه میگه ز هوشنگ باندان صد یادگار. فردوسی میدونید که بالاخره شاهنامه هم اساطیریه، مستند بر تدوین تاریخی نیست. فردوسی میگه ز هوشنگ باندان صد یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. یعنی بعد از اون پادشاهان دیگه هم انجام دادن اون رو. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، صد نام آن جشن فرخنده کرد. منوچهری میگه آمد ای سید احرار شب جشن صده، آمد ای سید احرار شب جشن صده، شب جشن صده را حرمت بسیار بود. وینک بیامده است به 50 روز پیش. یعنی این معتقده که چون 50 روز مونده به عید این جشن رو میگفتن. جشن صده طلایه نوروز نامدار. وینک بیامده است به 50 روز پیش، جشن صده طلایه نوروز پایدار. به همه هممیهنان ارجمند جشن صده رو شاد باش میگم. امیدواریم و به این امید باور استوار داریم که صده های آینده در سرزمین گرامی خودمون، سرزمین مادر جشن صده، در اونجا این جشن رو برپا کنیم. امشب ایران همه آتشکده است، امشب ایران همه آتشکده است، شب جشن صده است. خانه پیر و جوان میکده است، شب جشن صده است. خب جستار جشن صده رو دیگه من گمان میکنم همه چیزشو گفتیم. پایان میدم. چندین ایمیل برای من رسیده که آقا یه زمانی شما سخنان بزرگان رو میگفتید و چیزهای جالبی بود، مدتی است این کار رو نمی کنید. برای اینکه مطلب و موضوع فراوانه و دیگه تا چشم هم بذاریم این 50 دقیقه 45 دقیقه به پایان میرسه و دیگه برای این مسئله نمونه، وگرنه واقعا برخی از این سخنان یک کتاب معنا داره و یک دستور زندگی. با این حال امشب من چند سخن از بزرگان رو براتون میخونم. الوین تانلر میگه بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمیتوانند بخوانند و بنویسند. بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمیتوانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی هستند که نمیتوانند آموخته های کهنه و بی پایه را دور بریزند و دوباره زندگی را بیاموزند. قمه تو کلشون نزنند. حالا خودشون جهنم، اون بچه 4-5 ساله و 3-4 ساله رو سرش رو با قمه خونین کردن احمقانه. اینها رو بریزید دور. یکی از بزرگان میگه نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند. من از سکوت موریانه ها که دارن چوب ها را می خورن می ترسم. بزرگوار دیگه میگه به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت بدهید، زیرا شخصیت شما جوهر وجود شماست، ولی آبرویتان تا
تصور دیگران نسبت به شماست. روشن نیست درست باشه، اما شخصیت و منش شما همه وجود خود شماست. شخصیت و دانشور دیگری میگه باران که میبارد همه پرندگان به دنبال سرپناه هم. باران که میبارد همه پرنده ها به دنبال سرپناه هم. اما عقاب برای دوری از خیس شدن بالاتر از ابرها پرواز میکند. این دیدگاه هست که تفاوت را خلق میکند. بزرگوار دیگه ای میگه گورستان ها، سخن واقعا بزرگیه، سخن بسیار بزرگیه، گورستان ها پر از افرادی که روزگاری گمان میکردن که چرخ دنیا بدون آنها نمیگردد. گورستان های دنیا پر از افرادی است که روزی گمان میکردن که چرخ دنیا بدون وجود آنها نمی گردن. کندی رو ترور کردن، در عرض چند ثانیه مرد. بزرگترین مقام در بزرگترین و نیرومندترین کشور دنیا که اصلا میگن اگر اروپا عطسه کنه، ببخشید اگر آمریکا عطسه کنه اروپا سرما میخوره یا جهان سرما میخوره. کندی رو کشتن. آیا یک لحظه چرخ زمان بازیستاد؟ چقدر توهی مغزان است که آدم فکر کنه خودشه و خودش، اگه خودش نباشه همه کارا میخوابه. من یه زمانی معاون مدیرکل بودم، مدیرکل من جوانی بود، خود منم جوان بودم، بسیار پخته. یه روز به من گفت متوجه باش که بدون وجود من و تو هم این دستگاه میچرخه. اون جمله رو اینطور گفت، گفت بدون حضور هیچ کس هیچ دستگاهی از کار باز نمیسته. ممکنه نقص پیدا کنه، ممکنه آرامتر بگرده، دوباره رشد میکنه. یک شمع روشن، یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کم نشود. و این دانشمندان هستند، دانشمندانی که می توانند چیزهایی را که می دانند به همه بیاموزند و ذره ای هم از دانسته هاشون کم نشه. بعد خوشبختانه، خوشبختانه پروردگار نیروی رو، خصلتی رو، سرشتی رو در وجود انسان گذارده که انسان دلش میخواد اون چرا که میداند به همه بگوید، ولی نمیخواد اون چرا که دارد به دیگران بدهد. اون چرا که از مادیات دارد برای خودش میخواد نگه داره و اون چرا که میدانه میخواد همه رو در اون شریک بدونه. یک سخن دیگر من میگم و این جستار رو پایان میدم. میگه روزی که برای بعضی از آدم ها تنها خاطره ها خواهد ماند، تلاش کنید که دست کم خاطره های خوش از خود به جای بگذارید. اون روزی که برای دیگران شما میشید خاطره، سعی کنید که این خاطره خاطره خوشی باشه. به هر روی باز زمان رو شایسته میبینم که جشن مهرگان رو به همه شاد باش بگم و امیدوار باشم که در آینده ایران همه ای ما در کنار هم، شانه به شانه هم برای سربلندی و
دوباره ساختن اون سرزمین بکوشی. می شود در سوز و سرما هم شکفت، می شود با برف از خورشید گفت، می شود چون کوه پا بر جا شوی، می شود چون چشمه و دریا شوی. برنامه من در اینجا به پایان رسید. با سپاس از هممیهنان ارجمندی که زمانی از وقت خودشون به این برنامه دادن، با سپاس از امیر درخشان ارجمند که در اتاق فرمان سرگرم کارهای فنی این برنامه بود. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.